سلام به همه. من اومدم لایف با این حالم، با این حال خرابم. بچه ها سلام. سلام بچه ها، دیدین اومدم لایف؟ به حرفتون چقدر من گوش میدم؟ اینفلوئنسر به این حرف گوش کنی دیدین تو عمرتون اصلا؟ ندیدین که. بهتر نمیدونم، نه بهتر نیستم ولی بدترم نیستم دیگه. دارم شربت سرفه میخورم و سوپ خوردم و بعد داشتم کتاب میخوندم. هی هوس خوراکی کردم، گفتم برم یکم هله هوله بخرم. بطری گوشی من داره تموم میشه، بذار ببرم بذارم به شارژ اینو تا با هم یک کم حرف بزنیم. من چرا نمیدونم چی شده، هیچی. من چه فالووری هستم؟ آها دیدی، بر خودت که جستجو کنی میبینی که تو چه فالووری هستی. استوریامو که نگاه نمی کنی. سرما خوردم ازم، چیزی نشد. سالاد تبوله از لیدل بخر. آره اینم میشه. فلفل موش نیاورده دیگه، دیروز یه دونه آورد. حرف و خرج داریم. آره بچه ها، من و تو بستم که نشد. حالا یه اعلامیه دادن، گفتن ما شاید دیگه نباشیم، ولی تا یه چیزی معلوم نشده صفر و صد نرید جلو. حالا یه چیزی گفته شده، حالا الان همه دیگه دارن داستانش میکنن. تا وقتی یه چیزی قطعی نیستش الکی انرژیتون رو روش مصرف نکنید. آب نمک اسپری کنم تو بینی؟ اوه حالا قرقره شد اسپری. کردی بلدی حرف بزنی؟ نه. Come in. مرسی بچه ها. چند روز درگیره میدونین چیم؟ اینه که محتواهامو چجوری با شما به اشتراک بذارم. از یه طرف احساس مثلا خب دوست دارم کارهای مختلف بکنم، مثلا ویدیو بسازم، همین ویدیوهایی که میساختم قبلا که زیرنویس داشته و از این حرفا. بعد از اون طرف میگم پستای نوشتنی بذارم که شما بخونید، فقط مختصر مفید. بعد این دوگانگیه باعث میشه هیچ کار نکنم. البته با محتوا شیر کردن من اینجا، ولی از خیلی دوست دارم. نه من احساس میکنم که باید یه تغییری توی نوع تولید محتوام بکنم. صدای چی میاد؟ هیچی، چارلی داشت چه سری کارون برمیکرد. نت ضعیفه؟ چی کار کنم من با این نت؟ همین دیگه، اینم یه عامل بازدارنده است که آدم دلش بر نمیداره که محتوا تولید کنه. الان اینترنت ضعیفه. پست حرف زدنی بذار. نظرته؟
سلام عزیزم، عزیزم سلام. دنیز میپرسی اینجا سرماخوردگی رفتی دکتر؟ اینجا آدم ها واسه سرماخوردگی نمیرن دکتر، چون فایده ای نداره. سرماخوردگی عمر مشخصی داره، یه استراحت باید کرد و نوشیدنی های گرم باید خورد و قرص سردرد و آیبوپروفن و اینا هم باید بخوری، دورش رو باید بگذرونه. وقتی بیشی دکتر میگه خب دوست عزیز من هیچ کاری نمیتونم واسط بکنم، برای همین اینجا برای سرماخوردگی دکتر نمیرن. بچه هایی میگن اینترنت من مشکل نداره، اگه قطع میشه شاید ماست شماست که قطع میشه، ولی خب البته منم ویوارام کم شده. Is something happening to the internet? To the wifi? Okay. سری تو میری دکتر؟ خب دیگه اینجا نمیری، اینجا وقت نمیدن. اگه زنگ بزنی وقت بخوای بگیری میگن چته، بعد میگی اینطوری، میگه از من واسه این چیزا ما وقت دکتر نمیدیم. آنتی بیوتیک هم میخوری؟ نه، مگه چرک کرده که آنتی بیوتیک بخوری؟ پس دارو آمپول چی؟ آمپول نمیدن دیگه. آمپول واسه چی بدن؟ واسه سرماخوردگی. یه سری قرص های سرماخوردگی هستش که over the counter میتونی بری از توی مثلا داروخونه همینطوری بخری. گلو عفونت بکنه که نه، خب حالا گلو عفونت بکنه دیگه اون سرماخوردگی فکر نکنم باشه. چرک بکنه دیگه باید بری پیش دکتر که بهت آنتی بیوتیک بده، یا میتونی بری داروخونه، فکر کنم بری داروخونه ازش بهش بگی که گلوم چرک کرده اونا بهت بدن. واکسن آنفولانزا نزدی؟ نه. خب از یه موضوعی صحبت بکنیم. آره به قول سعیده میخوام در مورد چیز با اتون صحبت بکنم، در مورد اهمیت اینکه استقلال، راجع به استقلال صحبت کنم. درسته که نه، از اول ریست کنیم. همه ما حالا یا خیلی هامون دوست داریم که مستقل باشیم، درسته یا نه؟ حالا یکی هر کسی توی زمینه ای، مثلا یکی دوست داره استقلال جیبشو داشته باشه، یکی دوست داره هر موقع حال کرد یه کاریو بکنه، یکی دوست داره هر کاری دلش خواست هر موقع دلش خواست انجام بده، یکی دوست داره استقلال خونه زندگیشو داشته باشه. به هر حال ما یکی از عوامل مهم و مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل روی میزان خوشنودی، شادی و رضایت ما داشتن کنترل خودمونه، کنترل زندگیمونه، داشتن استقلاله، درسته؟ خب حالا برای این استقلال من نمیتونم به شما کمک کنم، پس چرا داریم راجبش صحبت میکنیم؟ چه استقلال مالی، چه استقلال معنوی، کلن ما همه، یعنی انسان وقتی که یکی از، در واقع میگم اگه بخوام مثلا به چهار دسته تقسیم کنیم عوامل تشکیل دهنده خوشنودی و رضایت در زندگی، و یکیش استقلاله. آقا من میخوام کنترل زندگیم دست خودم باشه، دوست ندارم مثلا 9 تا 5 برم سر کار، دوست ندارم فلان کارو بکنم تا بتونم مثلا خونه زندگی تشکیل بدم، دوست دارم مثلا هر موقع دلم خواست چیزی رو بتونم بخرم، متوجهی؟ خب حالا برای اینکه ما به اینجا برسیم یه پیش نیاز لازمه. پیش نیازش اینه که استقلال کنترل یا استقلال در کنترل ذهنمون رو داشته باشیم. و ما فکر میکنیم ما کنترل ذهنمون رو داریم، میگیم یعنی چی؟ خب عزیز من، شما اگه کنترل ذهنت رو داری خیلی خوبه، ولی آیا شما در زندگی اهمال کاری نمی کنی؟
آیا شما وقتی که موقعیت سختی در زندگی باش مواجه هستی ازش اجتناب نمی کنی؟ آیا شما موقعیتی نبوده تو زندگیت که مثلا بگی میدونم کار غلطی ها ولی میکنم این کارو، میدونم این رفتار درستی نیستش ها ولی من این رفتار رو دارم؟ خب این یعنی که شما کنترل ذهنت رو نداری و اکثر 99 درصد آدما ذهنشون داره اونا رو کنترل میکنه، نه ما خود ذهنمون رو کنترل بکنیم. و قدم اول در به سمت به دست آوردن استقلال بیشتر تو زندگی اینه که شما روی ذهنت استقلال داشته باشی. و ما چون در طی عمری که کردیم، تربیتی که شدیم، محیطی که درش بزرگ شدیم، اجتماعی که با ما آموزه های خودش رو داده، روابطی که داشتیم، انقدر هممونم منحصر به فرد بودیم، اینا باعث میشه که یه آدمی باشیم که الان هستیم. خب حالا برای اینکه شما بتونی به اون استقلال مالی، به اون استقلال زمانی، به اینکه بتونی پولتو خوب سیف کنی، پس انداز کردن پول و همه اینها آخرش ریشش رو، یعنی بخوایم چیز کنیم، تجزیه کنیم، به ساده ساده کنیم مسائل رو، میرسیم به اینکه شما باید بتونی در مواقع حساس تصمیم درست رو بگیری. حالا تصمیم ما بر مبنای بسیاری از ماها تصمیماتمون رو روی احساساتمون میگیریم و فکر میکنیم. خیلی ها میگن نه من آدم منطقی هستم، من احساس و منطق رو جدا میکنم، در حالی که نه منطقی کامل درسته نه احساسی کامل درسته. انسان یک موجودیه که احساس در DNAش وجود، یعنی ما با احساس میشیم انسان، بدون احساس یک حیوان دیگه هستیم، یا از جزء حیوانات دیگه هست. خب همین که الان مثلا سعیده نوشته آخه خدایی پول رو نمیشه سیف کرد، یعنی اینکه سعیده داره با احساساتش فکر میکنه یا اجازه نمیده که به اجازه نمی... به خودش نمیتونه، به ذهنش نمیتونه بگه ذهن من یه لحظه دست بردار، بذار من مسائل رو تجزیه تحلیل کنم. ذهن ما یک سیستم خودکاره و ما میتونیم اون چیز رو بگیریم دستمون، ولی از حالت خودکاری درش بیاریم، منوالش کنیم. بچه من سرما خوردم. پریسا جان صدا تغییر میکنه که سرما خوردم عزیزم. و شما اگر بخواین به مشکلات زندگیتون غلبه کنید، حال بهتری داشته باشید، لازم نیستش که مسائل فیزیکی رو حتما لزوما عوض کنید. شما اگر برید از ریشه مسائل رو بررسی بکنید، بقیه اون ادامه هاش هم درست میشه. رهبری یک رابطه متضاد با استقلال نیست. من این جمله رو کم نشنیدم. I want him to make the lead. Take the lead. یعنی چی؟ منظورت رو کامل متوجه نمیشم. تعریف ذهن چی؟ آیا ذهن همون تفکراتمونه؟ آیا تدابیر عقلانی؟ خب کوروش جان، ذهن محصول ذهن در واقع محتوای مغزه. مغز اگه سخت افزار باشه، ذهن نرم افزارشه. مغز ما توسط نورون ها داره، نورون های عصبی داره کار میکنه. نورون های عصبی هم
مدام در حال رفت و آمد در نقاط مختلف مغز هستن و نسبت به واکنش‌های شیمیایی که اتفاق میفته و مدارهایی که در مغز ما ایجاد میشه یه سری و داده‌هایی که ما از حواس پنجگانمون بهش به مغزمون میدیم، اگه مغز رو یه کامپیوتر خالی نوع آکبند تصور کنید، به محض اینکه ما چشم به جهان میگشاییم شروع میکنه داده گرفتن. حالا کامپیوتر از مثلا راه نمیدونم دیسکت، سی دی، یو اس بی، کلاود و همه ایناست که فایل هاش رو دریافت میکنه. کامپیوتر ما از طریق چشممونه، از طریق گوشمونه، از طریق لامسست، از طریق چشایی و بویاییه که اطلاعات رو دریافت میکنه. و یک هوشی رو داریم ما روی توی مغزمون که این مثل در واقع هوش مصنوعی، انگار مغز ما بیرون از بدن یه انسانه. خب پس ذهن ما یک ظرفیه که توش احساسات، افکار و تصمیم ها به وجود میان، دستگاه تولیده، دستگاه تولید عمله. ما وقتی هم که هیچی نمیگیم داریم یک کاری رو میکنیم، انتخاب کردیم هیچی نگیم. ما وقتی کاری رو انجام نمیدیم انتخاب کردیم اون کار رو انجام ندیم، پس داریم یک کاری رو انجام میدیم. و انسانی که دست اجازه داده و میده که روزگار بازیش بده، انسانیه که فقط توجیه میکنه. توجیهاش چجوریه؟ بابا با این چیز نمیشه، من نمیتونم، آخه اینش اینطوریه، آخه فلانی اینطوریه، تا وقتی که فلانی اینجوریه اینجوریه، تا وقتی که فلان چیز اینطوریه اونطوریه. توجیه یکی از قوی ترین دروغ هاییه که مغز ما به ضرر ما تولید میکنه. حالا اگر شما میخواین استقلال داشته باشید، اول باید بیاین استقلالتون رو از مغزتون، از ذهنتون بگیرید. مثال بزنم راجع به چی؟ نجفی جان، ناهید جان، یعنی همون ناخودآگاهی که با فکر جهت میگیره. ببین، ناخودآگاه بخشی که از ما داره مراقبت میکنه و ما بهش دسترسی نداریم. خودآگاهمون رو بهش دسترسی داریم. با کنترل کردن خودآگاهمون ما میتونیم خیلی از نوسانات و ناهنجاری ها و تنش های فکری احساسیمون رو درست کنیم، ترمیم کنیم، کم کنیم، متعادل کنیم، در واقع توازن ایجاد بکنیم. اگر ما مغزمون رو مثال وقتی که ما خیلی احساساتی هستیم، وقتی هیجانات احساسی در ایجاد شدن، سریع میخوایم از مثلا حالا هیجانات منفی رو اگر در نظر بگیریم، وقتی هیجانات منفی رو در نظر بگیریم میخوایم سریع به تغییر یه چیزی رو تغییر بدیم که از اون حال بد بیایم بیرون. حال بد میتونه مثلا همه احساسای منفی باشه، از حس پشیمونی مثلا، وقتی یک اتفاقی میفته که ما خیلی احساس پشیمونی میکنیم، شروع میکنیم حالا پشیمونی مستقیما خودمون رو هدف قرار میگیره و خودزنی میکنیم و خودخوری میکنیم برای مثلا اشتباهاتی که کردیم. اما اگر ما
آروم بشیم، وقتی آروم میشیم یا وقتی میخوایم به دوستمون نصیحت کنیم، به کسی که دوستش داریم میخوایم اونو نصیحت کنیم، میگیم پشیمونی که سودی نداره. اینو هممون میگیم. اما جالبه که وقتی که پشیمونی در ما ایجاد میشه، دست بر نمیداریم از پشیمون نبودن، چون نمیدونیم به جاش چی کار میتونیم بکنیم. یا حس مثلا حسادت، احساسات منفی در ما که ایجاد بشه، اگر ما نتونیم مشاهدهشون بکنیم، شناساییشون بکنیم و آنالیزشون اگر نتونیم بکنیم، مثل اسید ما رو میخورن و به ما آسیب میزنن و ما فکر میکنیم که، و چون داریم ما زندگیش میکنیم، این دومینو میشه احساس رفتار، احساس رفتار، احساس رفتار، احساس رفتار، احساس رفتار، احساس رفتار، و همینطوری اون احساسه مثل فیتیله که آتیش گرفته میسوزونه میره جلو. ما راجع به فوبیا داریم صحبت نمی کنیم سعیده جون. من راجع به فوبیا هم زیاد دانش ندارم که الان صحبت کنم، دارم راجع به چیزایی که میدونم که میتونه به شما کمک کنه صحبت میکنم. خب حالا اینا چه ربطی به هم دارن؟ گفتیم از استقلال شروع کردیم دیگه، گفتیم یکی از عوامل مهم در رضایت و خوشحالی ما در زندگی حس داشتن حس استقلاله، این که من بدونم آقا من کنترل زندگی خودمو دارم، من هر موقع دلم خواست دوست دارم کار کنم، من هر جور دلم خواست پولمو میخوام خدر بدم، من هر جور دلم خواست میخوام لباس بپوشم، من هر جور دلم خواست میخوام زندگی کنم. وقتی که ما اینو کنترل داشته باشیم، خوشحالیم، راضیم از خودمون، از زندگیمون. و شما نمیتونید به این چیزایی که میخواید که روش کنترل داشته باشید برسید پیش از این که بتونید کنترل ذهنتون رو داشته باشید. و در کوچینگ سلامت ذهن، کاری که انجام میشه که من خیلی ازش لذت میبرم، اینه که پیچیدگی ها رو از بین میبریم. مثل تو دنیای رنگ و هنر که همه رنگ های دنیا از سه رنگ اصلی ساخته میشن، ما میایم توی جلساتمون همه احساسات پیچیده و رفتارهای پیچیده و همه اینها رو تجزیه میکنیم، میرسونیمشون به 10 تا خرابکار و 1 خردمند. با شناسایی خرابکارهایی که تو ذهنمون همون فیتیله رو آتیش میزنن هزاران بار در روز، هزاران بار هم کمه، میلیون ها بار در روز این خرابکارا این وروجک های شیطانی دوست دارن یه فیتیله هایی رو آتیش بزنن، ما وقتی بفهمیم تکنیکشون چیه تو مغزمون، میتونیم جلوشون رو بگیریم. میتونیم همون لحظه که فندک و زد فیتیله رو آتیش زد، یه قیچی برداریم و فیتیله ها رو قطع کنیم که آتیش ادامه پیدا نکنه. برای این که بتونیم این کار رو بکنیم، باید دانش اول داشته باشیم. مرحله دومش دانشه رو بتونیم به کار بگیریم. من میدونم که این قیچیه رو باید بزنم، این فیتیله قطع کنم، اما این قیچیه رو برداشتن و در دست گرفتن و قطع کردن مهارت میخواد، تمرین میخواد، و اینا رو میتونیم یاد بگیریم ما. سخته، ولی به معنی غیر ممکن بودن نیست. سخت رو ما به اشتباه
مساوی غیر ممکن فهمیدیم. چرا باید همه چی و فکر کی و کی به ما یاد دادن که ما باید همه چیز رو آسون داشته باشیم؟ یا کی بوده یا کی بوده که به ما گفتن چیزی که آسونه خوبه؟ کی بود که رأی ما رو زدن نسبت به اینکه چیزای سخت و پیگیر نشیم؟ سخت به معنی غیر ممکن نیست، سخت یعنی شدنیه و این باید خوشحالمون کنه. مرسی فرهاد جان، فرهادی محسن، محسن جان. فکر کنم بسه برای این لایف، انقدر صحبت کردن در مورد این موضوع. من برای بار دوم، یعنی دومین باره که دارم دوباره دوره گروهی برگزار میکنم که اینا رو، همین خرابکارا رو بهتون معرفی کنم، شما خرابکار خودتون رو شناسایی کنید، این یاد بگیرید چجوری این فیتله ها رو قطع کنید و اینا، و ادامهش هم خواهم داد، دورهای آموزشیه و هدفم هم همینه. هدف اصلی من اینه که آدم های بیشتری بتونن با هوشمندانه تر تو زندگی خودشون عمل بکنن، ولی 50% دست منه، 50% دیگهش دست خود شماست که شما بخواین یاد بگیرید و عمل بکنید، که بخواین این سختیه رو ولو کوتاه مدت انجام بدین. سختیش هم واقعا سخت نیست، فقط عادت ندارید. اصلا سخت نیست. سخت یعنی چی؟ این سخته که شما مثلا هفته یه ساعت یه ویدئو رو نگاه کنین، به حرفای من گوش بدین و روزی 6 دقیقه با راهنمایی که من بهتون میدم تمرین کنید. ناراحت نیستم رازیه جون. اصلا ناراحت نیستم اتفاقا. خب فکر کنم تایم استراحتم تموم شده، سرفه اومد سراغم. عزیزم مرسی شهرزاد. خب امیدوارم که روز باقی روزتون رو خوب بگذرونید. دوستتون دارم و تا بعد خداحافظ.